سلام، من پدرام، اینجا فیلم بازه. بریم معرفی قسمت چهارم سریال حلقه های قدرت. از اینکه شروع کنیم یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جایی ترین ویدیوهای ما با خبر باشید. قسمت چهارم سریال حلقه های قدرت با نام موج بزرگ منتشر شد. کارگردانی این قسمت رو مانند قسمت قبلی وینچیب انجام داده و نویسندگیش بر عهده استفانی نولسوم، جی دی پین و پاتریک مکی بوده. خب بریم سراغ خلاصه اتفاقات قسمت چهارم. گالادریل به همراه هالرنبرد همچنان در نومنور هستن و گالادریل سعی داره میریل رو قانع کنه که لشکری بهش بده تا به همراه اونها به سرزمین های میانی بره و اورکا رو شکست بده، ولی میریل راضی نیست و مردم نومنور هم از حضور یک الف در سرزمینشون ناراحتن و میترسن که الفا در سرزمینشون دخالت کنن. گالادریل برای راضی کردن میریل به او میگه که هارتبرد پادشاه سرزمین میانیه و نیاز به کمکی او داره. آدار پادشاه اورکا آراندیر رو آزاد میکنه و به او میگه که شرط آزادیش اینه که نزد انسانهایی که در برج پناه گرفتن بره و به اونها پیغام مهمی رو برسونه. برانوین هم به همراه سایر انسانها در برج الفا پناه گرفتن، اما دچار قحطی غذا شدن و مشکل دارن. برانوین میگه که برای پیدا کردن غذا به شکار باید رفت، ولی تئو پسر او معتقده که باید بر میان اورکا برند و از شهر غذاهای مانده شده رو بردارن. الروند هم مشغول ساخت برج خودش است، اما متوجه میشه که دورین و سایر دورفا چیز مهمی را از او پنهان میکنند و این پنهانکاری ممکنه به قیمت پایان دوستی او و دورین باشه. خب میشه گفت قسمت چهارم سریال حلقه های قدرت بهترین قسمت این سریال تا اینجا بوده. دیگه مقدمه چینا تقریبا تموم شده و ماجرای اصلی سریال داره شروع میشه. قسمت بسیار هیجان‌انگیز بود و در جایهایی از سریال حتی نفس رو در سینه حبس میکرد، مخصوصا قسمت هایی که حمله اورکا صورت میگرفت و خاطرات نوستالژیکی از فیلم ارباب حلقه ها رو داشتیم به یاد میآورد. و میشه گفت سریال پیشرفت خوبی داشته و باریم که همین روند رو ادامه بده و قسمت های بعدی هم کیفیت بالایی داشته باشه و همه رو راضی بکنه. هرچند که اعلام شده که بیشتر قسمت هایی که در فصل اول خواهیم دید همین مقدم چینی هایی خواهد بود برای اتفاقات اصلی که در فصل دوم پیش میاد، اما این قسمت بسیار امیدوار کننده بود و نوید قسمت های بعدی بهتر رو میداد. خب ممنون که تو این ویدیو با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.